ادامه خبرها از سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران. آخوند احمد خاتمی از مهرهای اصلی خامنه‌ای در خبرگان ارتجا وحشت دیکتاتوری زهرخورده آخوندی را از 16 آذر و بروز خیزش‌ها برملا کرد و در نمایش جمعه رژیم در تهران گفت در 16 آذر 88 عکس امام را پاره کردند و دوباره جان گرفتند. میخوام یه نکته هم در حوزه مسائل داخلی بگم. طی یکی دو ماه اخیر رئیس محترم قوه قضاییه وارد این نکته شده که دوباره فتنه‌گران جان گرفتند. دادستان محترم کل کشور در مصاحبهشون رسما گفتن که ما چون به اینا ارفاق کردیم اینا ادعاهای آنچنانی دارن. میخوام محضر شما خوبان عرض کنم آنچه در فتنه 88 اینا براتون بگم، این یک ادبیاته. اونها که ولایت رو قبول دارن بیش از 200 بار مقام معظم رهبری از حوادث سال 88 از کلمه فتنه استفاده کردن. این که کسانی بگن فتنه چی، این مرزها رو کنار بگذارید، این مقابله با خط آغاست. فتنه سال 88 یک اعتراض نبود، جرمها بود. جرم خیانت به این ملت، به تباه کشیدن حضور 40 میلیونی این مردم که میتونست یه فرصت طلایی باشه تبدیل به یه بحران کردن. جرم اهانت به سید الشهدا در عاشورای سال 88 تهرانی ها خوب به یاد دارن که خیابان انقلاب و میدان آزادی و جاهای دیگه تبدیل شده بود به میدان جنگ. جرم اهانت به امام و آتش زدن عکس امام در 16 آذر 88، جرم کشتن بیگناهان، جرم حمله به پایگاه سپاه و بسیج، جرم به آتش کشیدن مسجد، جرم تخریب اموال مردم، جرم ارتباط صمیمانه با بیگانگان، این جرمها چیزهای کمی نیست که از خاطره ملت برود. سخن این است، احساس میشه این روزها بعضی از این فتنه‌گران دوباره جان گرفتن، طلبکار شدن. به فتنه‌گران میگویم جمعیت 10 میلیونی 9 دی ماه 88 نمردن، اونها در صحنه‌ان. باز بخواهید فتنه‌گری کنید با همون شکوه به صحنه می آیند و سفره‌های فتنه‌گری رو جمع می کنند. از سوی دیگر با بالا گرفتن بحران زهرخوران اتمی، آخوند احمد خاتمی نسبت به ناکامی رژیم در مذاکرات ژنو آه و فغان سر داد و گفت هیچ اینا قابل اعتماد نیستن. قرارداد هنوز به قرارداد نرسیده، بیانیه است. پذیرفتن غنی سازی رو، هنوز هیئت مذاکره کننده به ایران نرسیده. وزیر خارجه امریکا میگه ما نپذیرفتیم غنی سازی رو در ایران. تازه هیئت مذاکره کننده به تهران رسیدن. اوباما باز تکرار کرد همه گزینه ها روی میزه، حتی گزینه نظامی، و به دروغ ادعا کرد ما جلوی بمب اتم ایران رو گرفتیم. این چه ادبیاتیه؟ این چه ادبی است؟ این همه دروغگویی اسمش ادبه؟ ما اوباما را از بی ادب ترین رئیس جمهورهای دنیا می دانیم. ادامه خبرها. بیش از 1000 نفر از زلزله زدگان برازجان روز چهارشنبه در مقابل فرمانداری رژیم تجمع اعتراضی برگزار کردند و
و با ماموران سرکوبگر انتظامی درگیر شدند. تجمع کنندگان به نداشتن حداقل امکانات از جمله چادر و وسایل گرمایشی اعتراض کردند. زلزله زدگان خشمگین علیه کارگزاران دزد و غارتگر رژیم در برازجان و بوشهر شعار می‌دادند. اهالی شادگان و همراه خانواده‌های 4 زندانی اعدام شده توسط رژیم آخوندی روز چهارشنبه در اعتراض به این اعدام جنایتکارانه به خیابان‌ها ریختند. ماموران سرکوبگر نیروی انتظامی به سوی مردم معترض شادگان تیراندازی کردند و یکی از معترضین به نام ولید را به قتل می‌رسانند. وی پسر عموی عبدالرضا امیر خنافره یکی از اعدام شدگان می‌باشد. به دنبال اعدام 4 زندانی سیاسی از هموطنان عرب، مقاومت ایران بار دیگر به ارجاع پرونده نقض حقوق بشر در ایران به شورای امنیت فراخوان داد. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران با صدور اطلاعیه اعلام کرد مقاومت ایران اعدام جنایتکارانه 4 زندانی سیاسی از هموطنان عرب از اهالی شادگان به دست فاشیسم دینی حاکم بر ایران را به خانواده ها و بازماندگان آنان تسلیت می گوید و عموم مردم ایران به ویژه جوانان غیور و شرافتمند خوزستان را به همدردی و همبستگی با آنان فرا می خواند. این زندانیان به نام های قاضی عباسی، عبدالرضا امیر خنافره، عبدالامیر مجدمی و جاسم مقدم پناه سال گذشته توسط دشخیمان قضایی آخوندی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، اقدام مسلحانه، فساد فی الارض و اتهام آخوندساخته محاربه به اعدام محکوم شدند. آنها در روز 12 آبان ماه به طور ناگهانی از زندان کارون اهواز به نقطه نامعلومی منتقل و سپس اعدام شدند. عوامل رژیم در هراس از اعتراضات مردمی خبر اعدام آنان را یک ماه بعد به خانواده هایشان دادند، اما همچنان از افشای محل دفن آنها خودداری می کنند. اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت می افزاید سالهاست غرب با زنجیره از مذاکرات بی انتها و بی نتیجه بر سر مسئله اتمی و نقض وحشیانه حقوق بشر در ایران و بر اعدام‌های فزاینده و مجازات‌های وحشیانه و قرون وسطایی مانند درآوردن چشم از حدقه و بریدن گوش و قطع دست چشم پوشیده است. سکوت و بیعملی در مقابل امواج اعدام‌های جمعی بعد از روی کار آمدن آخوند روحانی که به ویژه زندانیان سیاسی و هموطنان کرد و بلوچ و عرب را شامل می‌شود، به هر بهانه‌ای که باشد مشوق این رژیم در ادامه جنایات ضد بشریش است. مقاومت ایران بار دیگر بر ضرورت ارجاع پرونده نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران به شورای امنیت ملل متحد تاکید می‌کند. رژیم ضد بشری آخوندی 3 زندانی را در زندان مرکزی زاهدان و گچساران به دار آویخت. زندانیان اعدام شده در زاهدان 23 ساله و 31 ساله بودند و هر کدام 5 الی 6 سال را در زندان گذرانده بودند. یکی از این زندانیان از اهالی کرمانشاه بوده است. دشخیمان خامنه‌ای همچنین یک زندانی دیگر را در گچساران به دار آویختند. این زندانی 28 ساله و اهل شهرستان کوهکیلویه بود. سازمان خبرنگاران بدون مرز در پاریس با انتشار بیانیه سرکوب خبرنگاران و وبلاگ نویسان توسط رژیم آخوندی را محکوم کرد. در این بیانیه آمده است از 2 آذر ماه تا کنون در شهرهای مختلف ایران از جمله در شهرهای رفسنجان، کرمان و تهران دست کم 24 نفر توسط سپاه پاسداران بازداشت شدند. سازمان خبرنگاران بدون مرز همچنین به سرنوشت پرونده شهید ستار بهشتی اشاره کرده است که در سال 2011 در زیر شکنجه ماموران رژیم آخوندی به شهادت رسید. رژیم آخوندی با احکام ساختگی قاتلان را در برده است. به ادامه خبرها توجه فرمایید. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه در یک میهمانی در کاخ سفید گفت که توافق ژنو برای آمریکا خیلی مهم است. از این بابت که نیات رژیم ایران را مورد آزمایش قرار می‌دهد.
اوباما در این مهمانی گفت که برای اولین بار طی یک دهه گذشته ما پیشرفت برنامه اتمی رژیم ایران را متوقف کرده ایم. قسمت‌های کلیدی این برنامه به دلیل باقی ماندن چارچوب تحریم‌های سخت از دور خارج خواهد شد و این برای دنیا خیلی خوب خواهد بود. اوباما متعهد شد که به تلاش و کوشش برای رسیدن به یک توافق فراگیر بر سر برنامه اتمی رژیم ایران ادامه دهد تا این رژیم را از سلاح اتمی محروم کند. چاک هگل وزیر دفاع آمریکا در سفر خود به برخی کشورهای خاورمیانه بر تعهد آمریکا مبنی بر جلوگیری از دستیابی رژیم ایران به سلاح اتمی و حضور نظامی آمریکا در منطقه به رغم توافق اتمی با رژیم ایران تاکید کرد. وزیر دفاع آمریکا که در بحرین به سر می‌برد روز جمعه به رهبران کشورهای متحد خود اطمینان خاطر داد که ارتش آمریکا به رغم توافق اتمی با رژیم ایران حضوری بسیار قوی در منطقه خواهد داشت. یک مقام رسمی گفت هگل در ملاقات‌های خصوصی و نیز در سخنرانی خود در روز شنبه بران است که شرکای آمریکا را در منطقه از موضع دفاعی آمریکا مبنی بر اینکه بعد از توافق با رژیم ایران چیزی عوض نشده است خاطر جمع کند. این مقام رسمی گفت که هگل با محمد بن زاید آل نهیان جانشین فرماندهی امارات متحده عربی در مورد رژیم ایران گفتگو کرد. هگل در این ملاقات بر تعهدات آمریکا در رابطه با امارات متحده عربی و دیگر متحدان و شرکای خود تاکید نمود. وزیر دفاع آمریکا علاوه بر بحرین به کشورهای قطر، عربستان سعودی و مصر نیز سفر خواهد کرد. در ادامه بحران زهرخوران اتمی توسط ولی فقیه ارتجا، رئیس کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس ارتجا گفت تأسیسات هسته‌ای ایران نه تنها از بین نخواهد رفت بلکه افزایش نیز خواهد یافت. در مقابل آمریکا و کشورهای پنج علاوه یک تأکید می‌کنند که توافق ژنو در نهایت باید به تعطیلی تمامی اجزای برنامه اتمی که مقاصد نظامی دارد منجر شود.